در حالی که در یک سال اخیر واشنگتن و کابل بیشتر به سال با طالبان می اندیشیدند تا جنگ، شماری از چهره های سیاسی از شمال کشور می گویند که در ماه های اخیر موجی از جنگجویان خارجی در بخش های شمالی و شمال شرقی افغانستان پناهگاه های ساختند. امروز از بدخشان گرفته تا قندوز، تا قسمت های از تخار و قسمت های از درزاب و قشتبه، جوزجان، المار و قیصار، فاریاب و همچنان ولسوالی کوهستانات سرپل و بخش های تیدبن ترکستان که میتونه بره تا بادغیز، خارجی های تندرو و افراطی جا به جا هستن و سخت فعالیت میکنند. به گفته شماری از اعضای پیشین و برحال مجلس نمایندگان، در بخش های از این ولایت های شمالی جنگجویان خارجی یراس افکن خانواده هایشان را هم با خود دارند و تمامیشان مسلح هستند. تعداد با این علاقات وصل شدن و در منطقه راغستان و گشت و گذار میکنن، در حالت جنگ هستن. قطعا ما و همه مردم ما که در سمت شمال زندگی میکنن فوق العاده از ناامن شدن ولایت شمال نگرانی دارن و این باعث صدمه رساندن به گفتگوهای صلح میشه. در همین حال از رفتن دسته دسته جنگجویان که در داخل کشور فعال هستند به شماری از ولایت های شمالی نیز گزارش های پخش شدند. این سه مرد را به تازگی پلیس بغلان در حال بازداشت کرده است که می‌خواستند از پروان به آن ولایت بروند. آنان در ویدیویی که ظاهراً از اعترافاتشان برداشته شده است می‌گویند که در بیرون از افغانستان آموزش‌های نظامی دیدند. یم یشتو درش بیم و تلاش بیم وقت بیم من دری کسا بیو بیتر رو تکلیم حالتا در سلاح شدید درس را خدا من دیر بانی وخلیم یک بار در انتخابات آمدیم و دیگه می آمدیم مال در دندیغوری برابطه مولا حسن و اکرام الله. در چنین اوضاعی وزارت امور داخله بر ادامه رویارویی نیروهای امنیتی با 20 گروه یراس افکن در کشور تاکید دارد. این گروه ها ارتباطات تنگاتنگ هم با هم دارن، برای تجدید خشونت ها و برای افزایش خشونت ها در افغانستان که البته چتر کلان از زیر طالبان ایجاد کردن. قطع پیوند طالبان با گروه یراس افکن از مهمترین بخش های موافقت نامه آوردن سال به افغانستان بوده است. با این حال، آنچه که کاهش نیافتن خشونت ها پس از امضای این موافقت نامه میان واشنگتن و طالبان گفته می شود، بارها طالبان را با انتقادهای کابل و متحدانش روبرو ساخته است. هرچند گروه طالبان همواره بر پابندیش به موافقت نامه آوردن سال به افغانستان تاکید کرده است.